20 تا 26 زیهجه از سوی مجمع رسانه امام حسین علیه السلام هفته بزرگ داشته ولادت حضرت امام بن جفر علیه السلام نامگذاری شده است در کتب تاریخی روز ولادت امام کازم علیه السلام به صورت دقیق مشخص نشده اما فقها و علمای شیعه در طول تاریخ ایام ولادت آن حضرت را در دهه پایانی ماه زیحجه اعلام کردن. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم علی اکبری دنبال کنید. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در دهه پایانی زی سال 128 هجری قمری در منطقه بین مکه و مدینه به نام عبوا متولد شدند. بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام ولادت هفتمین پیشوای مسلمانان را در ماه ذیحج دانسته و میفرمایند محل ولادت امام کاظم علیه السلام قرینه دیگر بر ولادت ایشان در ماه ذیحج است شایان ذکر است مادر بزرگوار امام کازم علیه السلام حمیده نام داشتند بانوی ارجمندی که حضرت امام صادق علیه السلام همواره از پاکی و نجابت او سخن میگفتند و به زنان سفارش میفرمودند که احکام دینی را از جناب حمید بیاموزند در احوال حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نوشته شده که ایشان بین خاص و عام به کسرت شب زنده و تحجد و عبادت مشهور بودند از آنجایی که آن حضرت در برابر دشمنان و متجاوزین صبر گذشت و حلم فراوان داشتند به کازم ملقب شدند اکنون نیز حرم متحر ایشان در شهر کازمین ملجع و پناه مظلومان و بی هم بوده و کسرت کرامات و معجزات آن حضرت را به باب الی الله مشهور ساخته است همه ساله بیوت مراجع ازام تقلید علما و عموم شیعیان به مناسبت ولادت هفتمین جانشین رسول خدا امام کازم علیه السلام مراسم جشن و شادی برپا می کنند. مجموع رسانه امام حسین علیه السلام بدین مناسبت بیستم تا بیست و ششم را هفته بزرگ داشته ولادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام نامگذاری نموده است. علی اکبری اخبار شیعه